سلام بر شما، من فریبا شیرازی هستم. خوش آمدید به برنامه ایران و جهان در هفته‌ای که گذشت. در این برنامه نگاهی داریم به صحبت‌های اخیر آیت الله خامنه‌ای در شروع آخرین سال از دوره نهم مجلس شورای اسلامی که در جمع نمایندگان ایراد شد. به اختلاف نظرهای وزارت خارجه و دولت قبل در خصوص اجازه مصاحبه با دانشمندان هسته‌ای خواهیم پرداخت. گزارشی داریم از تحولات عراق و جنگ میان گروه تروریستی داعش و نیروهای عراقی در رمادی و از راه اندازی شهرک‌های مد و لباس در ایران خواهیم گفت. در پایان نیز بهنام امینی خبرنگار ما در ترکیه با من و شما خواهد بود با آخرین تحولات این کشور و منطقه. با ما همراه باشید. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه ششم خرداد ماه در دیداری که در شروع آخرین دوره نهم مجلس شورای اسلامی با قانونگذاران داشت بر لزوم تعامل با دیگر قوا به ویژه با دولت تاکید کرد و گفت تعامل بر مبنای سوء ظن ممکن نیست و باید با حسن ظن باشد. آیت خامنه‌ای گفت همه مسائل ایران هسته‌ای نیست و مسائل سریالی دیگری مانند حقوق بشر نیز پیش بینی می‌شود که اگر داخل تقویت شود حل خواهد شد. در تحولی دیگر، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هفته گذشته به کویت سفر کرد و خواهان کار مشترک با کشورهای عربی خلیج فارس برای حل مشکلات منطقه شد. گزارشی ببینید از این دو خبر. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران نمایندگان مجلس شورای اسلامی را به تعامل با دولت حسن روحانی دعوت کرده و در این حال گفته نگاه سلطنت مآبانه نباید داشت که چون عضو دولت هستم همه باید خضوع کنند. آقای خامنه‌ای امروز ششم خرداد ماه با نمایندگان مجلس ایران دیدار و در جمع آنها سخنرانی کرد. این دیدار در شروع آخرین سال از دوره نهم مجلس شورای اسلامی برگزار شده. رهبر ایران گفته مجلس باید با قوا به ویژه دولت تعامل کند. تعامل بر مبنای سوء ظن ممکن نیست، باید با حسن ظن باشد. با این روش که از اول طرف مقابل را متهم کنیم که بنایش بر فلان کار خلاف یا سازش یا خیانت یا فلان سوء استفاده شخصی است، تعامل انجام نمی شود. آقای خامنه ای گفته در مجلس به خصوص در کمیسیون ها به وزرا اهانت نشود. البته همه با هم برادرند و احترام و ادب در همه مراحل لازم است. سه روز پیش فیلمی در یک سایت خبری منتشر شد که جزئیات مشاجره وزیر امور خارجه ایران را با یکی از نمایندگان مجلس پس از یک جلسه غیرعلنی در مورد مذاکرات اتمی نشان می‌داد. مهدی کوچک‌زاده نماینده مخالف دولت در این مشاجره محمد جواد ظریف را خائن خطاب می‌کند. رهبر ایران در این سخنرانی به مذاکرات اتمی هم اشاره کرده و گفته باید همه باور کنند اگر از ظرفیت داخل استفاده شود حل مسئله هسته‌ای آسان می شود. مسئله هسته‌ای الان به صورت گره در آمده است. غیر از مسئله هسته‌ای مسائل دیگری هم هست که اگر داخل را تقویت کنیم حل خواهد شد. در خبری دیگر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران خواهان کار مشترک با کشورهای عربی خلیج فارس برای حل مشکلات منطقه شده است. آقای ظریف که سه‌شنبه شب و در کویت با خبرنگاران گفتگو می کرد در پاسخ به سوالی درباره دیدگاه جمهوری اسلامی ایران در رابطه با تنش‌های روزافزون منطقه گفت کشورهای این منطقه با چالش‌های متعددی روبرو هستند که شامل همه کشورهاست و گروه تروریستی داعش همه کشورها را در معرض تهدید قرار داده است. آقای ظریف گفته است باید در منطقه همدیگر را بپذیریم و هیچ کس را نمیتوان از این منطقه حذف کرد و ما کشورهای منطقه به دلیل بافت جغرافیایی در کنار هم زندگی میکنیم و نمیتوانیم تصمیم بگیریم که همسایه نباشیم. ولذا به درک این حقیقت نیاز داریم که بنا به مبانی مشترکی که داریم باید با هم همکاری کنیم.
آقای ظریف در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران کویتی در مورد نتایج گفتگوها در عمان گفت برای امضای قرارداد مشخص کردن حدود مرز دریایی ایران و عمان به این کشور سفر کردم و این یک نوع رابطه نمونه است که دوست داریم با دیگر کشورهای همسایه نیز برقرار کنیم. وی همچنین گفت در رابطه با مسئله یمن نیز با همتای عمانی گفتگو کردیم و در گذشته نیز با این دوستان در این زمینه صحبت کرده بودم. وزیر امور خارجه ایران همچنین گفت مایلیم روابط خوبی با امارات متحده عربی داشته باشیم و این در مورد عربستان نیز صحیح است و دوست نداریم اقداماتی که در حال حاضر علیه مردم یمن صورت می‌گیرد ادامه پیدا کند، زیرا که این عملیات کمکی به حل بحران نمی‌کند. به خطاب به سران کشورهای شورای همکاری خلیج فارس گفت چرا به کمپ دیوید می روید در حالی که ما کنار شما هستیم و می خواهیم با شما رابطه خوبی داشته باشیم، در حالی که آمریکا خیرخواه شما نیست و به دنبال تحقق منافع خود است. وزیر امور خارجه ایران همچنین گفت ما مشغول حل یک مشکل با آمریکا هستیم، زیرا یک رشته فشار و تحریم علیه کشورمان اعمال شده که آمریکا در رأس آن است و ما به آنان اعلام کردیم که در مورد همسایگانمان با شما صحبت نمی کنیم بلکه خودمان با همسایگانمان به صحبت می پردازیم. آقای ظریف تاکید کرده که مذاکرات ما در مورد پرونده هسته‌ای نه تنها هیچ ضرری برای کشورهای منطقه ندارد بلکه برای آنان منفعت نیز به همراه دارد و اگر دعوایی در منطقه شکل بگیرد همه از آن ضرر می کند. آقای ظریف در واکنش به احتمال ملاقات با همتای سعودی هم گفته من برای دیدار با هیچ یک از وزرای خارجه کشورهای اسلامی مشکلی ندارم و در گذشته هم اعلام کردم که برای سفر به عربستان آمادگی دارم و امیدوارم آتش جنگ هرچه سریع تر در منطقه خاموش شود و خواهان آن هستیم که همه در خاموش شدن آتش جنگ یاری کنند. وزارت خارجه ایران بیانیه دفتر محمود احمدی نژاد را که در آن گفته شده دولت پیشین اجازه مصاحبه با دانشمندان هسته‌ای در ایران را به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نداده بود، نشر اکاذیب خواند و هشدار داد این موضوع را به شکل حقوقی پیگیری خواهد کرد. دفتر محمود احمدی نژاد ادعای وزیر خارجه ایران را مبنی بر اجازه مصاحبه با دانشمندان هسته‌ای ایران تکذیب کرده بود. وزارت خارجه ایران بیانیه دفتر محمود احمدی نژاد را که در آن گفته شده دولت پیشین اجازه مصاحبه با دانشمندان هسته‌ای در ایران را به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نداده بود، نشر اکاذیب نامیده و هشدار داده است این موضوع را به شکل حقوقی پیگیری خواهد کرد. روز گذشته در نامه ای از دفتر محمود احمدی نژاد که خبرگزاری فارس آن را منتشر کرده بود، گفته های محمد جواد ظریف در مورد اجازه دولت پیشین به انجام مصاحبه از سوی آژانس با دانشمندان هسته‌ای کذب محض عنوان شده بود. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران 4 خرداد ماه گفته بود در دولت قبل این اجازه صادر و مصاحبه هایی هم با دانشمندان هسته‌ای کشورمان توسط ماموران آژانس انجام شد. دفتر محمود احمدی نژاد گفته بود سیاست قطعی دولت نهم و دهم ممنوعیت هر گونه مصاحبه ای بوده است. در اطلاعیه‌ای که روابط عمومی وزارت خارجه منتشر کرده، دفتر رئیس دولت‌های نهم و دهم به اطلاعات نهادهای مسئول داخلی و همچنین گزارش‌های رسمی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که در سایت آژانس قابل دسترسی است، ارجاع داده شده است. برخی رسانه‌ها در ایران نیز گزارش‌هایی را در تایید گفته‌های وزیر خارجه ایران منتشر کردند. روزنامه شرق به گفته های علی لاریجانی، سعید جلیلی و علی اصغر سلطانیه، رئیسان و عضو پیشین هیئت مذاکره کننده بر سر برنامه اتمی اشاره کرده که در آنها به موضوع انجام مصاحبه با محققان اتمی ایران پرداخته شده است. وبسایت انتخاب از دیگر رسانه‌های داخلی است که با انتشار بخش‌هایی از گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به انجام مصاحبه‌ها در دولت‌های نهم و دهم اشاره کرده است. بنابر این گزارش‌ها در سال‌های 2005 و 2007 میلادی بندهایی از گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مبتنی بر مصاحبه‌هایی با مقام‌های ایرانی در ارتباط با برنامه هسته‌ای این کشور است.
همزمان خبرگزاری تسنیم در گزارشی از قول یک منبع آگاه که نامی از او برده نشده گفته است مقدمات مصاحبه ها پیش از روی کار آمدن دولت احمدی نژاد انجام گرفته بود. پس از آنکه طی سالهای گذشته شماری از دانشمندان هسته‌ای ایران ترور شدند، برخی از نمایندگان مجلس و شخصیت‌های اصولگرا بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را متهم کردند که اطلاعات در مورد آنها را در اختیار سازمان‌های جاسوسی قرار داده‌اند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رسماً اتهام‌های وارد شده را رد کرده و در مواردی گفته شخصی که کشته شده را نمی‌شناخته است. پنتاگون میگوید انتخاب اسم رمز لبیک یا حسین در عملیات آزادسازی رمادی از گروه دولت اسلامی فرقه ایست و تنش میان شیعه و سنی در عراق را شدت میبخشد. این اسم رمز در حالی انتخاب شده که بیشتر ساکنان رمادی سنی مذهبند. شبه نظامیان شیعه عراقی اعلام کردند که مسئولیت عملیات نظامی در استان انبار عراق به منظور بیرون راندن گروه موسوم به حکومت اسلامی از این استان را بر عهده گرفتند. خبرگزاری رویترز روز سه‌شنبه اظهارات یکی از سخنگویان شبه نظامیان هشتل شعبی عراق را بازتاب داده است که گفته است عملیات جدید این گروه علیه گروه حکومت اسلامی با اسم رمز لبیک یا حسین انجام می شود. این فرمانده هشتل شعبی که با نام الاسعدی در یک کنفرانس خبری حضور یافته بود گفت عملیات لبیک یا حسین با رهبری هشتل شعبی و با همکاری نیروهای مسلح عراق انجام می شود. آقای الاسعدی گفت با آزادسازی مسجد الفتح و مرکز مدیریت دفاع مدنی بیجی دو سوم این شهر به دست نیروهای الهشتل شعبی و امنیتی عراق افتاده و داعش از آنجا عقب نشسته است. سخنگوی الهشت شعبی به سرعت پیشروی نیروها در نبرد با داعش اشاره کرد و افزود منطقه عملیاتی لبیک یا حسین از شمال غرب و جنوب غرب تکرید، غرب سامرا، شمال شرق رمادی را در بر می‌گیرد. سخنگوی هشت شعبی گفت هدف از عملیات جاری تأمین کامل استان صلاح الدین و محاصره استان الانبار و بستن همه پنجره‌های نفوذ بر روی داعش است. حکومت عراق در روزهای اخیر با از دست دادن رمادی مرکز استان انبار سخت‌ترین شکست خود در یک سال گذشته را از گروه موسوم به حکومت اسلامی متحمل شد. همزمان رویترز از ورود شبه نظامیان شیعه به نبردهای استان انبار خبر داد و نوشت حدود 3000 نفر از آنان به یک پایگاه نظامی نزدیک رمادی منتقل شدند تا در عملیات آزادسازی دوباره این شهر مشارکت داشته باشند. اکنون سخنگوی هشتل شعبی اطمینان می‌دهد که پایتخت استان انبار به زودی از دست گروه حکومت اسلامی خارج می‌شود. این سخنگو گفته است ما معتقدیم که آزادسازی رمادی چندان طول نخواهد کشید. با این حال رویترز می نویسد که با گذاری مسئولیت عملیات نظامی در انبار به شبه نظامیان شیعه می تواند به خشم جمعیت سنی مذهب این کشور بیانجامد. به ویژه با توجه به اسم رمز لبیک یا حسین که آشکارا فرق گرایانه است. مقامات پنتاگون نیز از مقامات عراق انتقاد کردند که اسم رمز لبیک یا حسین را برای عملیات نظامی آزادسازی شهر رمادی مرکز استان انبار انتخاب کردند. پنتاگون میگوید انتخاب این عنوان برای عملیات یک حرکت فرقه گرایانه است که تنش میان شیعه و سنی در عراق را شدت میبخشد. انتخاب نام یکی از امامان شیعیان برای عملیات آزادسازی در حالی صورت گرفته که تقریبا همه ساکنان شهر رمادی سنی مذهبند. استیو وارن سخنگوی پنتاگون در نشست هفتگی خود با خبرنگاران گفت که انتخاب این عنوان برای عملیات کمکی به بهبود اوضاع نمی کند. وارن تأکید کرد به نظر آمریکا تنها راه پیروزی بر گروه تروریستی دولت اسلامی تلاش برای متحد کردن گروه های مختلف و پیروان ادیان و مذاهب گوناگون در عراق است. سخنگوی پنتاگون همچنین اضافه کرد باید تلاش کرد از تفرقه و اختلاف بیشتر میان مردم عراق جلوگیری کرد و آنها را حول محور تهدید مشترک که داعش است گرد آورد.
مقام های عراقی می گویند که همکنون حدود 4000 شبه نظامی شیعه به سمت حومه شمالی رمادی در حال حرکت هستند که این نخستین گام در جهت عملیات بازپسگیری این شهر به شمار می رود. حکومت عراق در چند روز اخیر موفق شده کنترل برخی مناطق اطراف رمادی از جمله شهرک حسیبه را به دست بگیرد. نخستین جلسه محاکمه جیسون رضاییان خبرنگار واشنگتن پست در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به پایان رسید. محاکمه آقای رضاییان به طور غیر علنی و به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد. برادر جیسون رضاییان اتهام‌های دستگاه قضایی به برادرش را مضحک توصیف کرد و بار دیگر خواستار آزادی برادرش شد. برخی ناظران اتهام‌های ایران به آقای رضاییان را ساختگی دانسته و احتمال می‌دهند که قصد ایران استفاده ابزاری از این مورد در مذاکرات اتمی باشد. آمریکا روز گذشته از فقدان کامل شفافیت در محاکمه جیسون رضاییان خبرنگار واشنگتن پست در تهران انتقاد کرد و بار دیگر از ایران خواست اتهام جاسوسی علیه این خبرنگار را لغو کند. برنادت میهان سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا گفت: ما خواستار برگزاری علنی این محاکمه هستیم و در این حال تاکید می‌کنیم که جیسون رضاییان هیچگاه نمی‌بایست بازداشت و محاکمه می‌شد. ما جزئیات این محاکمه را از نزدیک دنبال خواهیم کرد. سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا افسوده: این واقعیت که دادگاه جیسون رضاییان به شکل غیر علنی برگزار شده و حتی اعضای خانواده او نتوانستند در آن شرکت کنند، نشان دهنده فقدان کامل شفافیت است که از زمان بازداشت آقای رضاییان شاهد آن بودیم. با توجه به نزدیک شدن 30 ژوئن و تاریخ پایان مذاکرات هسته‌ای با ایران، سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا تاکید کرد: مقامات آمریکا در حاشیه این گفتگوها همواره موضوع بازداشت و مفقود شدن شهروندان آمریکایی در ایران را مطرح کردند. علی رضاییان، برادر جیسون رضاییان، از مقامات ایران خواست تا برادرش را آزاد کنند. او روز سه‌شنبه در گفتگویی با خبرگزاری فرانسه اتهام جاسوسی علیه برادرش را مضحک توصیف کرد. آقای رضاییان در این گفتگو تاکید کرد: برای دست کم 5 ماه مقامات امنیتی به شکل مداوم و روزانه از جیسون رضاییان بازجویی کردند. برادر این خبرنگار زندانی به خبرگزاری فرانسه همچنین گفت: 5 ماه طول کشیده تا آنها این اتهامات را علیه جیسون آماده و برای آن ادله و شواهد درست کنند. شواهدی که وقتی آنها را میشنوی خندت میگیرد. علی رضاییان با تاکید بر اینکه مقامات امنیتی و قضایی چیزی علیه جیسون در دست ندارند اضافه کرده: مری رضاییان، مادر آنها و دیگر اعضای خانواده همه تلاش‌های خود را می‌کنند تا همه دنیا بداند که اتهام‌هایی که متوجه برادر آنهاست بی پایه و اساس است و واقعیت ندارد. علی رضاییان گفت: ماها حبس در سلول انفرادی اثری عمیق بر روی روحیه برادرش گذاشته است. او تاکید کرد: جیسون همیشه به عنوان فردی اجتماعی و اهل صحبت شناخته می شد و حالا در نتیجه ماها حبس دیگر اثری از این روحیه اجتماعی در او نیست. پیش از این مقامات کاخ سفید نیز اتهام جاسوسی علیه جیسون رضاییان را مضحک توصیف کرده بودند. جیسون رضاییان از ابتدای بازداشت تا 6 ماه بعد در سلول انفرادی بود. بعد از این مدت نیز مقامات تنها 1 زندانی دیگر را به سلول او آوردند و در این ماه ها رضاییان جز با بازجویان و نگهبانهای زندان با کمتر کسی معاشرت داشته است. اولین جلسه غیرعلنی رسیدگی به اتهامات این خبرنگار روز سه‌شنبه 5 خرداد ماه پشت درهای بسته دادگاه برگزار شد. به گفته لیلا احسن، وکیل جیسون رضاییان، شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی، جیسون رضاییان را به جاسوسی و همکاری با دولت‌های متخاصم متهم کرده است. جلسه دادگاه جیسون رضاییان حدود 3 ساعت به طول انجامید و اتهاماتی چون جاسوسی به متهم تفهیم شد. علی رضاییان به خبرگزاری فرانسه گفته است: اولین جلسه دادگاه بدون حضور یگانه صالحی، همسر جیسون رضاییان و مری رضاییان، مادر آنها برگزار شده است. با این حال خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران میگوید مادر و همسر متهم در جلسه دادگاه حضور داشتند. مقامات امنیتی و قضایی تاکنون تنها 1 بار به مری رضاییان، مادر جیسون، اجازه ملاقات با پسرش را دادند. مری رضاییان که ساکن آمریکاست در حال
ناصر به ترکیه نقل مکان کرده تا به ایران نزدیکتر باشد و بتواند گاهی به امید ملاقات فرزندش به ایران سفر کند. جیسون رضاییان که تابعیت دوگانه ایرانی آمریکایی دارد، از سال 2012 به عنوان خبرنگار روزنامه واشنگتن پست در ایران کار می‌کرد. او در اول تیر ماه 93 به همراه همسرش یگانه صالحی که برای روزنامه اماراتی نشنال در ایران کار می‌کرد، بازداشت شد. همسر او بعد از چند هفته به قید وثیقه آزاد شد. به رغم فشارها و تلاش‌های گروه‌های مختلف و چهره‌های سیاسی، جیسون رضاییان کماکان در بازداشت به سر می‌برد. حسین امیر عبداللهیان معاون وزیر خارجه ایران پس از گفتگو با همتای روس خود اعلام کرد مذاکرات در مسکو موفقیت‌آمیز بوده و تحویل سامانه پدافند هوایی S-300 در اولین فرصت به ایران صورت می‌گیرد. حسین امیر عبداللهیان معاون وزیر خارجه ایران که به مسکو سفر کرده بود گفته است مذاکرات ایران و روسیه در مورد سامانه پدافندی S-300 به پایان رسیده و تهران این سامانه را در اولین فرصت تحویل می گیرد. خبرگزاری فرانسه گفته های معاون وزیر خارجه ایران را نقل کرده است که 4 خرداد ماه در روسیه بیان شده و شبکه های خبری در ایران از جمله واحد مرکزی خبر نیز آن را بازتاب دادند. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا نیز گزارش داده است که آقای امیر عبداللهیان در پاسخ به پرسش خبرنگاری در مورد موضوع تحویل این سامانه گفته است مذاکرات در مورد تحویل S-300 به ایران با طرف روسی موفقیت آمیز بود. به گزارش ایرنا، امیر عبداللهیان گفته است حل کامل مسئله تحویل مجموعه های S-300 به ایران به طول نمی انجامد و تحویل این تسلیحات در اولین فرصت ممکن انجام می گیرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه نیز آقای امیر عبداللهیان پس از دیدار با میخائیل بوگدانوف همتای روس خود گفته است این موضوع در اولین فرصتی که به دست آید انجام میگیرد. با این همه وزارت خارجه روسیه هنوز این گفته ها را تایید نکرده، اما در بیانیه ای در روز دوشنبه بر اهمیت ادامه گفتگوی معمول ایران و روسیه تأکید کرده است. موضوع تحویل سامانه S-300 به ایران پس از آنکه رسانه‌های روس خبر از صدور فرمان رئیس جمهوری آن کشور برای لغو فرمان ممنوعیت تحویل آن به تهران دادند، بار دیگر مطرح شده است. مسکو در سال 2007 قرارداد تحویل این سیستم موشکی را با ایران امضا کرد، اما تحریم‌های بین‌المللی که در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد ایران را هدف گرفتند، جلوی اجرایی شدن آن را نیز گرفتند. تصمیم روسیه برای تحویل موشک‌های S-300 مورد انتقاد مقام‌های امریکایی و کشورهای عربی در منطقه خاورمیانه قرار گرفته است. سرانجام پس از ماه‌ها و سال‌ها بحث بر سر تکنرخی کردن بنزین در ایران، بالاخره شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی اعلام کرد که از روز سه‌شنبه 5 خرداد ماه بنزین معمولی با قیمت هر لیتر 1000 تومان عرضه می‌شود. نیروی انتظامی ایران برگزاری تجمع اعتراضی به دنبال فراخوان منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی در اعتراض به گران شدن بنزین را رد کرد. نیروی انتظامی ایران برگزاری تجمع اعتراضی درباره گران شدن بنزین را رد کرده است. حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی در مورد فراخوان منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی برای تجمع در اعتراض به تکنرخی شدن بنزین گفت مردم ما هوشیارتر از آن هستند که اسیر فراخوان‌های شبکه‌های اجتماعی شده و تا این لحظه نیز گزارشی از تجمع حاصل نشده است. روز گذشته نیز نیروی انتظامی ایران بروز اعتراض به گرانی بنزین در منطقه شهریار را رد کرده بود. شب گذشته محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت در برنامه تلویزیونی شبکه خبر از تصمیم دولت برای گران کردن بنزین دفاع کرد و گفت این اقدام تأثیر چندانی در افزایش تورم نخواهد داشت. آقای نوبخت با اشاره به موضوع بررسی ضرورت‌های اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و برنامه دولت برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاها گفت
دولتی که به دنبال محدود کردن نرخ تورم است چه ضرورتی داشت که با این کار موجب تکدر خاطر مردم شود؟ این قانون است و در سال 89 به صورت 5 ساله تحت عنوان هدفمندی یارانه ها بوده و خلاصه آن میگوید که از محل افزایش قیمت ها منابع کسب کرده و بخشی از آن را به مردم بدهد و بخش دیگر را به تکالیف قانونی پرداخت کند. آقای نوبخت با اشاره به موضوع افزایش قیمت بنزین و تک نرخی شدن آن گفت باید این موضوع بگونه‌ای باشد که جلوی مصرف بی‌رویه گرفته شود، زیرا در شرایط تحریم هستیم و منابع ارزی و درآمدهای دولت نیز بسیار کاهش یافته و کشش ندارد که بخواهیم در این صورت با این منابع قلیل بنزین وارد کنیم و دولت مایل نیست قیمتها افزایش یابد. بعد از لغو توزیع بنزین سهمیه‌ای، دولت ایران قیمت گاز طبیعی را هم افزایش داد. مدیرعامل شرکت ملی گاز روز سه‌شنبه از افزایش 15% تعرفه گاز تجاری، دولتی و خانگی نسبت به قیمت‌های سال 93 خبر داد. حمیدرضا عراقی مدیر شرکت ملی گاز ایران در نشست خبری روز سه‌شنبه با اشاره به افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال جاری گفت دولت بر اساس آنچه که می‌دانست 70% از سبد انرژی کشور را گاز تشکیل می‌دهد، تصمیم گرفت تا قیمت گاز طبیعی در کشور زیاد افزایش پیدا نکند. در همین حال از روز سه‌شنبه نیز هر لیتر بنزین معمولی با نرخ 1000 تومان و هر لیتر بنزین سوپر با نرخ 1200 تومان فروخته می شود. سال گذشته در کشور نزدیک به 174 میلیارد متر مکعب گاز مصرف شده که سهم بخش تجاری، دولتی و خانگی از آن 91 میلیارد متر مکعب بود. آقای عراقی میگوید هیئت دولت ابلاغیه‌ای مبنی بر افزایش 15% قیمت گاز خانگی، تجاری و دولتی صادر کرده، اما قیمت گاز صنایع، پتروشیمی‌ها، کشاورزی و دامپروری همانند سال 93 است و هیچ گونه تغییری نمی‌کند. وی گفت افزایش قیمت گاز از 6 خرداد ماه سال 94 یعنی روز چهارشنبه اجرا خواهد شد. سال گذشته در ایران بیش از 50 میلیارد متر مکعب گاز به نیروگاه ها تحویل شد و 32.5 میلیارد متر مکعب نیز به صنایع اختصاص داده شد. سهم گاز در سبد سوختی ایران از حدود 30% در سال 1370 به 64% در سال 92 رسیده است. به گفته رئیس اتاق اصناف ایران قرار است تا پایان سال 95 شهرک‌های مد و لباس راه اندازی شود. چشم‌انداز این طرح که هیچ جزئیاتی درباره آن ارائه نشده، ظاهراً پیوستن ایران به صف صادرکنندگان لباس در جهان است. مد سرگذشت پرفراز و نشیبی را در ایران پشت سر گذاشته است. زمانی در اوج شکوفایی بوده و تنوعی همپای دیگر کشورهای جهان داشته و زمانی مورد غضب شدید حکومت و شاهد تلاش‌های شدید برای اسلامی کردن آن. مدت هاست که مد اسلامی یا رواج سبک زندگی ایرانی اسلامی در مناسبت‌های مختلف از زبان مسئولان به عنوان یکی از دغدغه‌های اصلی کشور بیان می‌شود. وزارت ارشاد چند سالی است که تلاش چشمگیری برای ارائه مد ایرانی اسلامی از خود نشان داده و نمایشگاهی را نیز در این زمینه به راه انداخته است. اما آنچه که در تمام این سالها مورد غفلت واقع شده، ارتقای صنعت مد و لباس در ایران و وارد کردن آن به گردونه رقابت جهانی بوده است. علی فاضلی رئیس اتاق اصناف ایران اعلام کرده تا پایان سال 95 قرار است شهرک‌های مد و لباس در سراسر کشور راه اندازی شود. به گفته وی هدف از ایجاد این شهرک‌ها حمایت از تولید داخلی و ارتقای صنعت مد و لباس بوده و امید می‌رود که این طرح بتواند ایران را به زودی به صف صادرکنندگان لباس اضافه کند. آقای فاضلی بدون اشاره به اطلاعات و جزئیات بیشتر درباره این طرح تنها از تشکیل کارگروه تولید مد و لباس در اتاق اصناف ایران خبر داده و اضافه کرده هدف این کارگروه حمایت از طرح‌هایی است که توجه مردم را به انتخاب لباس‌های مناسب جلب می‌کند. در کارگروه مورد نظر از قرار نمایندگانی از وزارت ارشاد، صنعت، معدن و تجارت، نیروی انتظامی و اتحادیه‌های مربوط در این زمینه حضور دارند.
در دهه‌های اخیر صنعت پوشاک در ایران به شدت لطمه دیده و بیش از همه معضل قاچاق لباس موجب شده تا گردش چرخ‌های این صنعت رفته رفته از کار بیفتد. مجتبی خسروتاج، قائم مقام وزیر صنعت معدن و تجارت، آذر ماه سال 93 به هنگام افتتاحیه دومین نمایشگاه بین‌المللی تخصصی پوشاک ایران از ورود 2 میلیارد دلار پوشاک قاچاق به کشور خبر داد. این میزان بالای قاچاق در بازه زمانی 9 ماهه منتهی به آذر ماه در حال رخ داده که به گفته این مقام دولتی میزان واردات رسمی پوشاک از طریق کانال‌های قانونی در همین مدت تنها 6 میلیون دلار بوده است. اما در این قسمت از برنامه سری میزنیم به بهنام امینی، خبرنگار ما در ترکیه، که نگاهی دارد به تحولات ترکیه و منطقه در هفته گذشته. تو یک روزنامه هستی، پای خودت رو فراتر نگذار و در جای خودت بنشین. این سخنان رئیس جمهور ترکیه است خطاب به روزنامه نیویورک تایمز امریکا. روزنامه نیویورک تایمز این هفته در نوشته‌ای رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه را متهم به نقض آزادی رسانه‌ها و فشار بر روزنامه‌نگاران کرده بود. بیشتر اشاره این روزنامه به انتخابات پارلمانی در این کشور بود و گفته که رئیس جمهور ترکیه رسانه‌های مستقل را در آستانه انتخابات تحت فشار و تهدید قرار داده. اما در دیگر کشورهای منطقه و از جمله سوریه، حالا بحث حضور آشکار و پنهان جمهوری اسلامی در این کشور کم کم بحث داغ اپوزیسیون سوریه هم شده. از جمله خالد خواجه، رئیس جوان ائتلاف ملی سوریه، گفته که ما اسناد محکمی در دست داریم که نشون میده جمهوری اسلامی به طرق مختلف سوریه رو اشغال کرده. خالد خواجه این هفته گفته که در شرایط کنونی لازم هست که انقلاب ضد استبدادی سوریه به یک حرکت آزادی بخش برای نجات سوریه از دست رژیم جمهوری اسلامی تغییر وضعیت بده. همزمان با پیشروی‌های داعش به سمت دمشق، خالد خواجه گفته که ما اکنون در 3 جبهه در حال نبرد هستیم: جنگ با داعش، نیروهای اسد و نیروهای اشغالگر جمهوری اسلامی. همینطور ائتلاف ملی سوریه که رهبری اون رو خالد خواجه بر عهده داره، از شورای امنیت هم خواسته که با صدور بیانیه از ایران بخواد نیروهای نظامی خودش رو از سوریه خارج بکنه. اما در عراق هم شوربختانه وضعیت ناپایدار و ناهنجاری حاکم هستش. سقوط الرمادی و انتقاد از ارتش عراق در این رابطه از یک سو، و همزمان پررنگ تر شدن نقش شبه نظامیان شیعی مورد حمایت جمهوری اسلامی از دیگر سو، موجب نگرانی از بالا گرفتن تنش‌های قومی در این کشور مصیبت زده شده. این نگرانی ها با انتخاب رمز لبک یا حسین از سوی گروه شیعی هشت شعبی برای عملیات آزادسازی الرمادی بیشتر هم شد، چرا که بسیاری معتقد بودند انتخاب این اسم و این رمز فرقه گرایانه استش و به تنش های مذهبی میان شیعه و سنی بیشتر دامن خواهد زد. نهایتا به دنبال انتقادات فراوان، نام عملیات آزادسازی الرمادی از لبک یا حسین به لبک یا عراق تغییر کرد. به گفته مقامات عراقی 4000 نیروی شبه نظامی شیعه در عملیات آزادسازی الرمادی شرکت دارند. در یمن هم کوتاه اشاره‌ای بکنم، حوثی‌ها این هفته شکست سختی رو متحمل شدند و در نبردی سنگین در شهر دالیا با 40 کشته ناچار به عقب نشینی از بخش‌های وسیع از این شهر شدند. این بزرگترین شکست حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی در طی ماه‌های اخیر بود. اما در فلسطین، جایی که به دلیل تراکم خبرهای منطقه شاید کمتر تحولات آن سو بازتاب داده شده، این هفته سازمان عفو بین‌الملل گروه حماس رو به نقض گسترده حقوق بشر از جمله اعدام، آدمربایی و شکنجه فلسطینیان متهم کرده. این گزارش در واقع عنوان میکنه که گروه حماس در خلال جنگ 50 روزه با اسرائیل دست به آدمربایی، شکنجه و اعدام بسیاری از شهروندان فلسطینی زده، آن هم به اتهام همکاری با اسرائیل، که این اقدامات از موارد آشکار نقض حقوق بشر محسوب میشه. ممنونم که ما را تا پایان برنامه همراهی کردید. با ما از طریق وبسایت و صفحه فیسبوک ایران فردا با نشانی که بر روی صفحه تلویزیون ظاهر شده در تماس باشید و درباره برنامه نظر دهید. تا فردا هم که در همین ساعت با شما خواهم بود، خدا نگهدار.